بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله الصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا رسول الله وعلى آله آل الله وعلى أعدائهم لعنة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لعمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب انطقني بالهدى والهمني التقوى. محضر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت امام حسین علیه السلام از سر اخلاص و صمیمیت و از عمق دل سلام عرض میکنیم، سلامی خالصانه، و سپاس میگوییم شما رو که این شبکه رو برگزیده اید. بدانید آنجا که نامی از اهل بیت هست قداست پیدا میکند. اینکه شما عزیزان از میان هزارها شبکه رنگ و وارنگ و شبکه هایی که پیک معصیتند این شبکه رو برگزیده اید و به مذهب و دین و اهل بیت توجه میکنید نیازمند شکر خداوند است. قدر این حس و حال رو بدونید. عزیزان، ادامه بحث ما درباره ادیان و مذاهب هست با حضور حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مردانی. من قبل از اینکه این بحث رو آغاز بکنم و از ایشون بخوام که بحث رو دنبال بکنن، کتابی معرفی میکنم به نام پرتوی از سیمای مهدویت. این کتاب نوشته ایشون هست و به بحث مهدویت پرداختند. در این کتاب مباحثی طرح شده که در واقع مورد نیاز مردم امروز است. از فصلهای اون من اشاره گذرا نام میبرم، ضمن اینکه در آغاز بحث تفکر قرآنی و مهدویت طرح میشه و فصل مستقلی هم هست. بعد از آن وارد مباحث دیگر از جمله احادیث نبوی درباره پیامبر، درباره حضرت امام زمان علیه السلام و احادیث ائمه هدا طرح میشن. نکته گفتنی که البته به تفصیل در این بحث هم امروز ما بهش میپردازیم این است که خود رسول خدا، خود پیامبر اکرم به فراوانی فرمودند که در آخر الزمان حضرت مهدی ظهور خواهد کرد و مهدویت و وجود حضرت مهدی در منابع اهل سنت به فراوانی آمده است، که موضوع بحث امروز ما هم بخشش همینه. و بعد از آن خدمت شما عرض کنم که این سیر زمانی رو استاد رعایت میکنن تا جایی که از صحابه و تابعین هم این بحث رو دنبال میکنه، از زبان آنها سخنانی نقل میکنه و بعد نظر اهل سنت درباره مهدویت، و بعد خدمتون عرض کنم که نواب اربعه و مباحثی از این دست که مورد نیاز هست، به خصوص انتظار و فضیلت انتظار از موضوعاتی است که طرح میشه. یه مقداری از شبهاتی که بعضن طرح کردند خود مسلمان ها، خود شیعه ها، به خاطر بعضی کشفهمی ها و دشمنان اسلام، دشمنان ولایت طرح کردن به اون پرداخته، از جمله مسئله رجعت هست. خدمت شما عرض کنم که و مباحثی از این دست. خوندن این کتاب رو ما به شما پیشنهاد میکنیم، از تألیفات حاج آقای مردانی هست و به حق حق مطلب رو ادا کردند. بعد از این مقدمه من از طرف شما عزیزان شیفتگان اهل بیت، پیروان مکتب عاشورا، منتظران حقیقی سلام عرض میکنم محضر جناب آقای مردانی. استاد سلام علیکم و رحمت الله. از هر کجا که صلاح میدونید بحث مهدویت را آغاز بکنید. ما اگر سوالی داریم میپرسیم، وگرنه شنونده خوبی هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. مباحث مربوط به مهدویت
بسیار گسترده است و هزاران کتاب از طرق فریقین در این زمینه نوشته شده است و آیات قرآنی هم اصل مهدویت را تأیید می‌کند. آیاتی راجع به حضرت مهدی علیه السلام در قرآن وجود دارد و به دنبال آیات روایات فراوانی از وجود مقدس پیغمبر اسلام و ائمه هدا صلوات الله علیهم اجمعین در این زمینه موجود است. باز جالب توجه این که ما سعی کردیم کل روایات را در این زمینه دسته‌بندی بکنیم، یعنی در واقع خلاصه یکی از کتاب‌های معروف به نام منتخب الاثر که تألیف آیت الله العظمای صافی هست، بنابر امر آیت الله العظمای بروجردی این کتاب را در یه فصلش خلاصه بکنیم، چون ایشان مأموریت یافتند که تمام احادیث مربوط به امام زمان علیه السلام را در یک کتاب جمع آوری کنند. اخیراً هم یک موسوعه منتشر شد به نام موسوعه الامام المهدی در 14-15 جلد. بله. از کردن فراوان در این زمینه است. اون چه از شمارش احادیث استفاده می شود در زمینه مهدویت و مسائل مربوط به ائمه هدا صلوات الله علیه مجمعین بیش از 6000 حدیث است که حتی ما راجب نماز هم اینقدر حدیث نداریم. و جالبتر این که بحث اعتقاد به ظهور منجی جهان بشریت و حضرت مهدی علیه السلام یه بحث اختصاصی شیعه نیست، بلکه جهان اسلام متفق القول در این زمینه و فراتر یه بحث جهان شمول هست. کسانی هم که مسلمان نیستند مثل یهود و نصارا علائمی در عهدین در این زمین آوردند. یا میبینیم حتی خود آیین زردشت مسائلی در این زمینه ذکر کرده، آیین هندوان مسائلی در این زمینه دارند که بنده به طور اجمال در اول کتاب نظرات گوناگون ادیان و مذاهب را ذکر کردم. اما اون چی که مهم هست، ادهی با این همه در واقع دلیل از کتاب و سنت با تعصب خاص به مسئله نگاه کرده و متاسفانه برداشتن یک کتابی جدیدن بر رد امام زمان علیه السلام نوشتن که ملاحظه می‌فرمایید که سرکرده وهابی‌های کویتی نوشته، این چاپ خود عربستان هست متاسفانه، یعنی در واقع اونها هستن. اونجا هدیه داده شده به حاجیانی که به مکه مشرف شدند. جای این سوال هست، اگر بنا باشه در کنار کعبه یک مذهب تبلیغ بکنه افکارش رو، چرا بقیه مذاهب نمیتوانند؟ این سوالی است از بینندگان. بله. که ربطی به بحث هم نداره. میفرمودید چون در جمع میدانند راه حق یکی بیش نیست. بله. بحث بله. صراط مستقیم الهی هست، نه صراط های بله. مختلف. بله. ولذا نام کتابم ملازم میفرمایید به نام عجیب ترین دروغ تاریخ نهاده شده. شما من خبر دارم که پاسخ دادید به این بله. کتاب. البته قبل از اینکه مؤلفین این کتاب بشینن بنویسن در همین مهدویت ما پاسخ دادیم، ولی بعدم باز به عنوان عجیب ترین دروغگویان تاریخی پاسخی بر این کتاب نوشتیم. منتشر شده آقا. فعلا خیر ان شاء الله. دیگه ارباب همت رو همین میطلبد. میطلبد. بسیاری از اهل قلم مثل حضرت عالی آثار فراوانی دارن که همینجور داره خاک میخوره و این به خاطر مشکلات مالی چاپ و نشر هست، که کاش آنها که اهل همت هستند و خداوند به اونها برکت داده و ثروتی هم باشتند در این مسیر خرج بکنند. میفرمودید؟ بله. در این کتاب
خیلی از احادیث کم و زیاد شده. دنبال احادیثی رفتن که راوی نداره یا راوی ضد اهل بیت بوده. به نظر خام خودشان خواستن خدشه در این مسئله ایجاد کنن. اما قبل از ورود به بحث آیات قرآنی، بنده دیدگاه خود مذاهب را در این زمینه خدمتتان میخوانم. چنانچه عرض کردم در مقدمه کتاب سیمای مهدویت نوشته شده است، تا اثبات بشه تنها بحث شیعه نیست که مهدویت را مطرح کرده، زیرا مسئله خیلی فراتر از این هست و اجمالاً مسائل بسیار مسائل حساسی است، به خصوص برای نسل جوان. بله. و عمده مقصود و مقصد دیگران این است که جوانها را از اسلام و قرآن و در این حال اطرد جدا کنند. لذا فصل اول را اختصاص دادیم به همین مسئله، که در اینی که مهدوی تفکر قرآنی است، تفکر جهانی انتظار مصلح را هم مطرح کردیم که چند نمونه را من خدمت عزیزان میخوانم در این رابطه. در صفحه 23 این کتاب بحثی به میان آورده ایم تحت عنوان تفکر جهانی انتظار مصلح کل. زردشتیان در کتاب معروف زند طی ذکر مبارزه همیشگی ایزدان و اهریمنان نوشتند، آنگاه پیروزی بزرگ از طرف ایزدان می شود، اهریمنان را منقرض می سازد، پس از پیروزی ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان، عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسیده، بنی آدم بر تخت نیکبختی خواهند نشست. این سرانجام جهان را پیشگویی کرده. در جاماس نامه هم در واقع خود آقای جاماس هم از قول زردوش نقل می کند، مردی می آید از زمین تازیان عرب، مردی بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق و بر آیین جد خیش و با سپاه بسیار و روی به ایران نهد و آبادانی کند و زمین را پرداد نماید. این شبیه همان حدیثی است که به جود مقدس پیغمبر اسلام بنابر نقل فریقین در هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام اشاره کرده و تصریح کرده است که خود حضرت بعد از ظهور یملا الله الارض قسطن و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، زمین را پر از عدل و داد میکند پس از آنکه از ظلم و جور پر شده باشد. در کتاب هندیان نیز مطالب در واقع زیادی آمده که به عنوان نمونه یک نکته را من فقط یادآوری میکنم. نوشته پس از خرابی دنیا، کتابی است به نام دیده، پس از خرابی دنیا پادشاهی در آخر زمان پیدا شود که پیشوای خلایق باشد و نام او منصور باشد، که در دعاهای ما هم همین لفظ منصور به کار برده شده، و تمام عالم را بگیرد و به آیین خود درآورد. در کتاب برهمائیان نیز آمده است که از کتب مقدسه برهمائیان هست، در کتاب دداتک در واقع، دست حق درآید و جانشین آخر ظهور کند و مشرق و مغرب عالم را بگیرد، همه جا و خلایق را هدایت کند. در کتاب های یهودیان قسمت های زیادی اشاره به این مسئله هست، از جمله در عهد عتیق و ملحقاتش. در کتاب مزامیر داوود آیات 9 و 10 و 11 و 12 چنین ذکر شده است، زیرا که شریران منقطع خواهند شد و اما منتظران خدا وارث زمین خواهند شد، هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود.
باز در خود مزامیر داوود هم ذکر کرده است این مسئله را. در مسائل در جاهای در واقع زیادی این ذکر شده که عزیزانی که خواستن مراجعه میکنن به کتاب مقدس در ابواب مختلف. در انجیل هم همین مسئله به همین کیفیت آمده است. آیین چینیان و مصریان هم در این زمینه سخنانی دارد که البته قسمت اعظم ترجمه متن‌های پهلوی درباره ظهور و علائم ظهور است. بنابراین بحث جهان شمولی است. از اینجا به بعد فصل دوم را اختصاص دادیم به بیان آیات قرآن در این زمینه که البته جداگانه هم کتاب‌هایی نوشته شده است و فراوان کتاب در این زمینه می‌یابیم که آیات را تأویل نموده است راجع به وجود مقدس امام زمان علیه السلام از طریق شیعه و سنی. حضرت استاد، بعضی از این آیات اصلا هیچ راهی جز مسئله مهدویت پیش روی ما نمیذاره. بله، در یک محاسبه ساده آیه رو که بررسی میکنیم میگه و نجعلهم ائمه، یعنی مستضعفان همیشه مستضعف بودن. به هر حال قدرت بله. هیچگاه به تنهایی در اختیار مستضعفان نبود الا در زمان ظهور. میفرمایید آقا. البته اشاره اصلی در واقع بحث اصلی خود انسان‌های صالح هستند که وارث زمین خواهند بله. شد. چون اینها را در استضعاف قرار میدن. الان وضعیت دنیا متاسفانه این چنین هست. آیات فراوانی هم عرض کردیم در این رابطه ذکر شده است، از جمله خود سوره بقره آیه است که می‌فرماید در ویژگی افراد با تقوا، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. من سعی کردم که این آیه را از کتاب اهل سنت اینجا ذکر کنم. لذا دانشمند بزرگ سنی مسلک علامه شیخ سلیمان حنفی در این زمینه از قول جابر بن عبدالله انصاری مسائلی را مطرح کرده تا میرسه به بحث ظهور امام زمان علیه السلام و خود حضرت، که کتاب ایشان هم کتاب ینابی هست. علاوه بر ینابی دیگران هم، دیگر علمای اهل سنت هم در واقع این را ذکر کردند. باز آیه بعدی که در این رابطه در سوره نساء هست آیه 69 که می‌فرماید و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولئک رفیقا. حافظ حسکانی از علمای بزرگ اهل سنت، بلکه بزرگترین دانشمند حنفی مسلک زمان خودش، در کتاب شواهد و تنزیل جلد 1 صفحه 155 چاپ بیروت، در ایران هم این کتاب چاپ شده منتها در جلد اول صفحه 199 است که چاپ وزارت ارشاد اسلامی است، نقل میکند در همین خصوص که از وجود مقدس پیغمبر چنین نقل شده است. حذیفه ابن یمان میگوید، چون لفظ اینه ان سعد ابن حذیفه، ان حذیفه ابن یمان قال دخلت علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم ذات یوم وقد نزلت علیه هذه الآیه الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین و حسن اولئک رفیقا. یعنی آنانی که خداوند نعمت بر آنها داده، از پیامبران و راستی پیشگان و شهیدان و شایستگان که آنان از جهت رفاقت نیکو هستند. بعد میگه سوال شد از پیامبر فداک ابی و امی، من ها اولای، اینا چه کسانی هستند؟ پدر و مادرم فدای شما شود. حضرت در جواب فرمود
قال یا حذیفه انا من النبیین، من از پیامبران منظورم، الذین انعم الله علیهم، انا اولهم فی النبوه و آخرهم فی البعث، اول اونها در هنگام نبوت بودن و آخر اونها در هنگام بعثت. و من الصدیقین علی ابن ابی طالب، از صدیقین علی ابن ابی طالب هست. ولما بعثنی الله عز و جل برسالته کان اول من صدق بی، هنگامی که پروردگار متعال مرا مبعوث به رسالت فرمود، پروردگار عز و جل مرا مبعوث به رسالت نمود، نخستین شخصی که مرا تصدیق کرد علی ابن ابی طالب بود. ثم من الشهدا حمزه و جعفر، از شهدا هم حضرت حمزه و حضرت جعفر. و من الصالحین الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، از صالحین امام حسن و امام حسین دو سرور جوانان اهل بهشتند. و حسن اولائک رفیقا المهدی فی زمانه، منظور اینجا حضرت مهدی علیه السلام هست در زمان خودش. آیه بعدی در سوره یونس هست، آیه 20، و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. لفظ انی معکم من المنتظرین، بله، نکته خاصی دارید بر ما بفرمایید؟ بله، اینجا حالا حساسیت خاصی داره. بله، اینی معکم من المنتظرینم شما در نظر بگیرید، چه اگر راجع به پیامبر بخوایم اینو بگیم، چه راجع به دیگران، نظر به اون اشرافی که دارند بر حوادث جهان تا روز قیامت قابل توجیه است. مثل اون شخصی که میاد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت میفرماید که پیغمبر را اذیت نکنید. طرف تعجب میکنه، ابن رسول الله ما که در زمان حضرت نبودیم. حضرت میفرماید تمام اعمال شما را حضرت مطلع، و اگر کار خلاف و گناهی انجام بدهید ناراحت میشه. امام زمان علیه السلام یکی از شاهدان اعمال هست، همونطور که ائمه هدا هستن، همون گونه که پیغمبر هست. قرض الله در ترجمه، چرا فرود نیامد بر او آیتی از پروردگارش، بگو جز این نیست که غیب از آن خداست، که البته اینجا بحث غیب تعصلی و اصلی است. پس منتظر باشید که ما این با شما از منتظران. شیخ سلیمان حنفی درباره این آیه از قول امام صادق علیه السلام نقل کرده در کتاب ینابی جلد دوم صفحه 42 که الغیب فی هذه الآیه هو الحجة القائم علیه السلام. منظور از غیب در این آیه امام زمان علیه السلام هست. بله استاد، یک فرصت کوتاه ما بگیریم از بینندگان، بله، بحث رو ادامه میدیم. آیات قرآنی رو داشتیم بررسی میکردیم و اینکه حضرت امام زمان علیه السلام در قرآن و در آیات فراوان آمده است. عزیزان بیننده همراهی کنید ما رو و انشاءالله برنامه رو به زودی دنبال خواهیم کرد بعد از فرصتی کوتاه. خب استاد می‌فرمودید صحبت آیات قرآنی بود و اشاره کردید به چند آیه، ما در خدمت شما هستیم. بله، عرض کنم حالا بخوایم آیات را فقط ادامه بدیم، حدود 40 تا آیه هست در این زمینه. بله، منتها برای اینکه انشالله از وقت بیشتر استفاده بشه، برای عقلا اشارت کافی است تا بله. چه برسه به صراحت آیات. بله، صراحت. اما میریم سراغ احادیث، آیات را همینجا قناعت میکنیم، میریم سراغ احادیث. در این زمینه هم کتاب های فراوانی تألیف شده، بله، با عنوان امام زمان در قرآن، حضرت مهدی در قرآن و مباحثی از این. بله، خوشبختانه احادیث را
دو گروه نقل کردند. یک گروه صحابه که خودشان زمان پیامبر عظیم الشأن اسلام بودند و گروه دیگر تابعین که زمان پیغمبر را درک نکردند که جزو صحابه باشند ولی زمان صحابه را درک کردند. بنده تلاشم بر این بوده در این کتاب اسناد این را هم باز از کتب فریقین آورده باشم که کدام صحابی در کدام کتاب اهل سنت مسائل مهدویت ازش نقل شده و کدام تابعی در کدام یکی از مجامع حدیث اهل سنت راجع به امام زمان مطلب گفته، که خود این دو تا در واقع فصل است در این زمینه که وارد اون فصل نمیشیم، بریم سراغ خود در واقع آیات، خود روایاتی که در این زمینه هست، که البته یک زمانی ما بررسی کردیم کتب مختلفی را که در این کتاب در حد یک کتاب معرفی بشه راجع به امام زمان علیه السلام، نزدیک 250 کتاب اهل سنت را شاهد آوردیم در فصل هشتم همین کتاب تحت عنوان کتاب‌هایی از دانشمندان اهل سنت درباره مهدویت. جالب اینجاست نخستین کسی که از علمای بزرگ اهل سنت در این رابطه مستقل کتاب نوشته علامه رواجنی است. علامه رواجنی از مشایخ مسلم و بخاری است و جالبتر این که کتابهایی که نوشته شده در مورد امام زمان علیه السلام و زندگی اون بزرگوار قبل از تولد امام زمان علیه السلام در زمان خود ائمه هم نوشته شده، یعنی معاصر ابن شبه. بله. کلن کتاب در این زمینه هم زیاد داریم و اهل سنت هم کتابای فراوانی در این رابطه دارند و در بیشتر کتابها هم متعرض این موضوع شدند، که حالا بخوایم این فصل بخوانیم نیازی نیست، اما چند تا حدیث به عنوان تیمن و تبرک در این زمینه خدمت عزیزان میخوانم که دقت بشه از خود پیامبر و تمام ائمه ما در این زمینه حدیث داریم. این نیست که بعضی افراد رانده شده ای از مملکت برن در سرزمین و بلاد کفر مثل انگلستان بعدم مدعی بشن که بله عقاید شیعه و به خصوص عقیده مهدویه در قرن پنجم در واقع مطرح شد، در حالی که در زمان خود پیامبر بود. الان شاهدهایی در این زمینه می آوریم که جوابهایی داده بشه هم به نویسنده مزدور این کتاب که واقعا تعصبی که اینها دارن طبق حدیث نبوی یقینا با عرب زمان جاهلیت محشور میشن، جای بحث نیست. شما استاد اشاره فرمودید به کسانی که میرن بیرون و مهدویت رو زیر سوال میبرن. بله. دو تا کتاب رو من نام میبرم برای عزیزان بیننده اگر مایلن مطالعه بکنن، البته به زبان عربی است. یکی الموظف دوالی نوشته آقای کورانی است که به تفصیل درباره عقاید احمد الکاتب بحث کرده، جوابش داده و توی فضای اینترنت هم مفصل فعالیت شده روی این موضوع. کتاب دیگر نوشته سامل بدری که این کتاب هم در چند جلد، البته اسمش الان خاطرم نیست، ولی یکی از معروفترین آثار این عالم فرهیخته است. این عجیبترین دروغ تاریخ استاد که شما میفرمایید نویسنده اش شخصی است به نام عثمان الخمیس هست. این همان کسی است که وهابیت کویت رو در واقع رهبری میکنه و این شبکه هایی که اموی هم اینجوری بهترین تعبیر بگیم به واسطه همین افراد، همین شخص و کسانی که مثل او هستن تأمین میشن و تولید میکنن برنامه هاشون، یعنی با غرض خاصی این کارها رو میکنن. بله استاد بفرمایید. عرض کنم که احادیث فراوان در این رابطه از وجود مقدس پیغمبر گرانقدر اسلام هست، این احادیث هم دستبندی شده. حالا یکی دوتا از این احادیث ها من متعرض میشم و بعد میریم سراغ احادیث ائمه. علمای بزرگ اهل سنت حتی از قول خود خلیفه دوم نقل کردند که ایشان میگوید پیغمبر فرمود من انکر خروج المهدی
فقط کفر به ما انزل علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث خیلی روشن هست، خیلی از منابعشان هم هست، یعنی کسی که منکر ظهور امام زمان شده اون هم خلیفه دوم، بله خود خلیفه دوم نقل میکنه، پیغمبر فرمود کسی که منکر ظهور امام زمان شود همانند منکر اصل دینه در واقع. باز حدیث دیگری از هم از ایشان هم از عبدالله ابن عمر از هر دو نقل شده است که هر دو تصریح دارن بر این که پیغمبر اسلام فرمود هنگامی که امام زمان قیام میکند ابری بالا سر حضرت هست، در میان ابر فرشته ای ندا میکند ایها الناس هذا المهدی فاتبعوه، این حضرت مهدی است پس از وی تبعیت کنید. و مسائل فراوان دیگه که در ینابی هست، در شواهد و تنزیل حاکم هست، کانی هست، در کتاب فرائد و سمتین و کتب بسیار زیاد که اینجا مأخذش هم را ذکر کردیم. حدیث دیگر باز در این زمینه، خود پیغمبر بنابر نوشته علامه جوینی شافعی و دیگران به خصوص شیخ سلیمان حنفی و همچنین صاحب مجمع الزوائد علامه هیثمی که ایشان هم در جلد 7 صفحه 318 این را ذکر کرده که پیغمبر اسلام فرمود همانا علی وصی و جانشین من است، ان علی وصی و من ولده القائم علیه السلام، از اولاد او فرزندان او حضرت مهدی است، المنتظر کسی که دنیا انتظار او را میکشه، الذی یملا به الارض قسطا و عدلا کما ملئت جورا و ظلما، حضرت مهدی کسی که خداوند به واسطه او دنیا را پر از عدل و داد میکند همون گونه که پر از ظلم و ستم شده باشد. حالا البته اینجا لازم است باز توضیح را عرض کردم عنوان یاداوری است که منظور از پر شدن نه اینکه مؤمنی نباشد، غلبه در واقع جور است و کفر. بعد قسم یاد کرد پیغمبر گرانقدر اسلام والذی بعثنی بالحق بشیرا و نذیرا، قسم به خدایی که مرا به راستی بشیر و نذیر قرار داد، ان الثابتین علی القول بامامته فی زمان غیبته لعز من الکبریت الاحمر، فرمود به درستی که ثابت قدمان بر امامت حضرت مهدی در زمان خودش کمیابتر هستند از گوهر سرخ. جابر اینجا بلند میشه، فقام الیه جابر ابن عبدالله الانصاری، جابر در حضور پیامبر بلند شد و عرضه داشت، فقال یا رسول الله وللقائم من ولک غیبتن، قیام کننده و حضرت مهدی از اولاد تو دارای غیبتی خواهد بود، قال ای ربی لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. خیلی جالب هست این نکته که حضرت میفرماید آری قسم به پروردگارم برای اینکه خداوند مؤمنین را تصفیه نماید و کافران را نابود سازد. بعد نکته ای که حضرت فرمود یا جابر ان هذا الامر من امر الله، این کار از کارهای پروردگار است، و سر من سر الله، و سری اسراری از اسرار الهی است. بعد فرمود سری که علتان بر بندگان پوشیده است، مطویتون عن عباده، علتهو مطویتون عن عباده، فایاک و شک فی، به جابر می فرمود مبادا تو شک بکنی در این زمینه، به پرهیز از این که شک بکنی راجع به امام زمان علیه السلام، فَإِنَّ الشَّكَّ فِي أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ كُفْرٌ، شک ورزیدن در امر حق تعالی کفر است، که منابع عرض کردیم علاوه بر منابع شیعه منابع اهل سنت و جماعت در این زمین است. خب حالا میریم سراغ احادیثی که در زمینه امام زمان علیه السلام هست، از وجود مقدس علی علیه السلام و ائمه هدا.
که حالا یه فصل مستقلی هم البته باز ما اینجا داریم راجع به امام زمان علیه السلام از دیدگاه پیامبر، که همین سه تا حدیث کفایت میکنه در این زمان. سند اون دو تا حدیث هم که من خدمت عزیزان عرض کردم که از قول عبدالله ابن عمر هم نقل میشه که پیغمبر فرمود یخرج المهدی و علی رأسه ملک ینادی ان هذا المهدی فاتبعوه، سندش هم از منابع در واقع اهل سنت فراوان هست و لذا در همین ینابه اینا هم در بعضی چاپ ها دارد. باز در بیان دیگه میبینیم که در منابع شیعه هم حتی ذکر شده. از منابع مهم اهل سنت در این رابطه تاریخ خمیس هست، والی دیار بکری، که از علمای بزرگ سنی است، جلد دوم صفحه 322 چاپ بیروت، و عقد الدرر هست از علامه مقدسی، چاپ مصر، صفحه 183. یه روایت کلی هم باز از وجود مقدس پیغمبر گرانقدر اسلام ابن عباس نقل میکند که بسیار روایت جالبی است و باز در منابع فریقین هم هست. ابن عباس نقل میکند که پیغمبر اسلام فرمود ان خلفائی و اوصیائی و حجج الله علی الخلق بعدی 12، همانا جانشینان من و اوصیای من و حجتهای الهی بر خلق بعد از من 12 نفرند. اولهم اخی، نخستین اونها برادرم، و آخرهم ولدی، و آخرین اونها فرزندم. حالا خب اینجا مجهوله، از حضرت سوال کردن قیل یا رسول الله و من اخو، ای پیامبر الهی برادر تو کیست؟ قال علی ابن ابی طالب، فرمود علی ابن ابی طالب است، یعنی اولین نفر، اولین از این خستین. دوازده، بله از دوازده. قیل فمن ولدک، فرزند تو کیست؟ که آخرینشون، بله است. قال المهدی الذی یملأها قسطا و عدلا کما ملأت جورا و ظلما. حضرت مهدی کسی است که خداوند به واسطه او زمین را پر از عدل و داد میکند، همچنان که پر از جور و ستم شده باشد، جور و ظلم شده باشد. بعد باز حضرت قسم یاد فرمودند، نکته بسیار ظریفی است، والذی بعثنی بالحق نبیا، قسم به خدایی که مرا به راستی پیامبر قرار داد و مبعوث به رسالت فرمود، لو لم يبق من الدنيا الا يوم واحد، اگر از عمر کل دنیا یک روز بیشتر باقی نمانده باشد، لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولد المهدي، خداوند اون روز را انقدر طولانی می‌فرماید که حضرت مهدی متولد میشه و بعدش هم ظهور خواهد کرد. بعد فرمود فینزل روح الله عیسی ابن مریم علیه السلام، حضرت عیسی هم از آسمان نازل میشه، و یصلی خلفه، دنبال حضرت نماز میخونه، و تشرق الارض به نور ربها او به نوره، زمین با نور الهی یا نور حضرت مهدی روشن میشود، و یبلغ سلطانه المشرق والمغرب، حکومت حضرت شامل همه هستی است، یعنی در واقع از مشرق تا مغرب، که باز این حدیث در فراید و سمتین علامه جوینی شافعی جلد دوم صفحه 313 هست. در ینابی هم صفحه 447 است. از کتب شیعه هم در کمال الدین شیخ صدوق هم صفحه 280 هست، و همچنین مرحوم آیت الله العظمای و سید محمد هادی میلانی هم در کتاب قادتنا یک دور زندگانی ائمه است، ایشان در جلد هفتم صفحه 317 این حدیث را ذکر کرده. مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 51 بهار الانوار صفحه 71 که بنده اونی که دارم چاپ بیروت، در اونجا هست، ذکر فرموده است اینو. خب این احادیثی از پیامبر گرانقدر اسلام در این زمینه.
اما از دیگر بزرگوارانی مثل علی علیه السلام، بنا به نقل خیلی از کتاب‌های اسلامی، علی علیه السلام فرموده است للقائم منا غیبتون عمدها طویل که انی به شیعه یجولون جولان نعم فی غیبته یطلبون المرعا فلا یجدونه الا فمن ثبت منهم على دینه ولم یخص قلبه لطول عمد غیبته غیبت امامه فهو معی فی درجتی یوم القیامه. یعنی برای امام زمان از خاندان ما، برای حضرت قائم علیه السلام از خاندان ما غیبتی است طولانی. گویا شیعیان را میبینم که در زمان غیبت آن حضرت همانند گوسفندانی در جستجوی چراگاه سرگردانند، اما آن را نمییابند. آگاه باشید، هر کس از آنان بر دین خود ثابت باشد، ثابت قدم باشد و در طول غیبت امامش قلبش را قساوت نگیرد، پس او در روز قیامت در درجه من خواهد بود، همراه من خواهد بود. باز در بیان دیگری وجود نازنین علی علیه السلام به امام حسین فرموده است اتاس اومن ولدک یا حسین هو القائم بالحق، نهمین فرزند از نسل تو حضرت قائم هست، قائم به حق هست. و المظهر للدین، کسی که دین را غلبه میدهد. و الباسط للعدل، کسی که عدل را بس میدهد. قال الحسین علیه السلام، امام حسین عرضه داشت، فقلت له، عرضه داشتم یا امیر المؤمنین و این ذالک لکائن، آیا این کار شدنیست، واقع خواهد شد؟ فقال ای والذی بعث محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالنبوه و استفاه علی جمیع البریه. حضرت فرمود آری، قسم به خدایی که پیامبر را به نبوت برانگیخت و او را در میان همه خوبان برگزید. ولکن بعد غیبته، بعد غیبت و حیرت، فلا یثبت فیها علی دینه الا المخلصون المباشرون للوح الیقین. خیلی عبارت ظریفی است، میفرماید ما بعد از غیبت اون حضرت، بعد غیبت و حیرتی پیش میاد، بعد اینکه ثابت قدم نمیماند کسی بر دینش، کسانی بر دینش، مگر انسانهای مخلصی باشند که بشارت روح الیقین شامل حال اونهاست. اونا کسانی هستن الذین اخذ الله عز وجل میثاقهم به ولایتنا، اونا کسانی هستن که خداوند پیمان ولای ما را از اونها گرفته، در این زمینه پیمان گرفته از اونها نسبت به ولایت ما. و کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، و در قلبهای اونها ایمان نگاشته و اونها را مؤید به روح خود نوشته، روح از طرف خود نموده است. که اینم باز در منابع فراوان ذکر است که در پاورقی آورده ایم. باز می فرماید که صاحب هذا الامر من ولدی هو الذی یقال مات او هلک لا بل فی ای واد سلکه. خیلی جالب هست، حضرت می فرماید برخی در مورد امام زمان میگوین او آیا مرده است، به هلاکت رسیده؟ نه، بلکه معلوم نیست به کدام سرزمین رفته. و این نشان اینه که شیعه توجه داشته باشه که ظهور دست پروردگاره. بله. این که خود امام زمانم فرموده است کسانی که خدمت حضرت مشرف شدن، فرموده است دعا بکنید که تعجیل در امر ظهور باشه. حالا بعضی هم روی حساب‌های خاص خطاب به امام زمان میکنن که زودتر بیا، این در واقع یه نوعی احساس. بله، بیان احساسه، ولا خود امام فرموده است. بله، در احوالات امام حسن علیه السلام هم حدیث مفصلی در این رابطه ذکر شده که به مقداری از اون ما توجه میدهیم، اونجایی که
حضرت راجب امام زمان مسائلی را مطرح میکنه و بحث غیبت اون حضرت را. لذا دارد در احوالات امام حسن علیه السلام که بعد از واقعی صلح تحمیلی، که انشالله یه روز هم فلسفه پذیرش این صلح تحمیلی را روشن میکنیم، عده‌ای از مردم آن حضرت را سرزنش نمودن و معترض بودن که چرا حضرت با معاویه قرارداد صلح نامه را امضا کرد. آن حضرت در پاسخ چنین فرمودن وای بر شما، وی حکم، ما تدرون ما عملتو، شما چه میدانید که من چه کار کردم، من چه چیزی انجام دادم؟ والله الذي عملت خير لشيعتي مما طلعت عليه الشمس او غربت، کاری که من انجام دادم به خدا قسم برای شیعیانم بهتر است از آنچه خورشید بر آن میتابد، طلوع میکند یا غروب مینماید، که خورشید بر کل منظومه میتابه، تنها کره زمین نیست. بعد فرمود آیا نمیدانید که من امام شما هستم که اطاعتم بر شما واجب است و بنابر فرموده رسول خدا یکی از دو سرور جهانان اهل بهشت هستم، الا تعلمون انی امامکم مفترض الطاعه علیکم و عهد سیدی شباب اهل الجنه به نص من رسول الله. بعد عرض داشتن که قالوا بلا، عرض کردن که بله ما میدانیم این دا. آن حضرت فرمود آیا نمیدانید که چون حضرت خضر کشتی را سوراخ نمود و پسرک را کش و دیوار را بنا کرد موسی بن عمران خشمگین گردید، زیرا که حکمت این کارها را نمیدانست و حالان که آن اعمال در پیشگاه خداوند مقبول و حکیمانه بود. آیا نمیدانید که کسی از ما نیست مگر آن که بیعتی از طاغوت زمان خود را برگردن دارد مگر حضرت قائم علیه السلام، که حضرت روح الله عیسی ابن مریم در پشت سر او نماز می‌گذارد. این به آن لحاظ است که خدای عز و جل ولادتش را پنهان می‌دارد و حضرتش را از دید خلق غایب می‌سازد تا به هنگام ظهور بیعت کسی را به گردن نداشته باشد و اون نهمین شخص از نسل برادرم امام حسین فرزند سیده نسا می باشد. خداوند عمرش را در زمان غیبتش طولانی می فرماید و سپس به قدرت خود در صورت جوانی کمتر از 40 سال او را ظاهر می سازد تا بدانند که خداوند بر انجام هر کاری قدرتمند است. بله، بسیار عالی است. اگر اجازه بفرمایید این بحث را همینجا تمام بکنیم حضرت استاد، اما به معنی پایان بحث مهدویت نیست، این بحث پردامنه است و انشالله بیشتر استفاده میکنیم از محضرتون. سپاسگزاری میکنم که سخنمون را میشنوید و تشکر میکنم که با نقدها و انتقادات خودتون ما رو و سایر برادرانتون در این شبکه یاری میرسانید. التماس دعا و خدا نگهدار. Thank you.